سلام خدمت همراهان کانال ایروتیو، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از آموزش های نرم افزار سالید ورکس. تو این قسمت میخواییم یه چند تا نکته در ارتباط با کشیدن خطوط منحنی خدمتتون عرض کنیم و اگه تونستیم یه اسکچ هم بکشیم که از چند تا خطوط منحنی حداقل تشکیل شده باشه. خب من یه فایل نیو ایجاد میکنم، توی محیط اسکچ هستم، یکی از این صفحات رو انتخاب میکنم، مثلا رایت پلن. خب من از دستور لاین رو کلیک میکنم، میام رو مبدا مختصات چپ کلیک میکنم و موس حرکت میدم. خب خط مثلا کشیده میشه، اگر چپ کلیک کنم دوباره خط بعدی چپ کلیک، همینطوری خطوط راست برامون میکشه. ما میخوایم ببینیم با این لاین چجوری میخوایم خطوط منحنی بکشیم. این اگه من الان موس رو حرکت بدم دوباره خط راست میکشه، ولی اگه دوباره برگردم رو همین نقطه و دوباره موس حرکت بدم، دیگه خط راست نمیکشه و اون خط تبدیل میشه خط منحنی. چپ کلیک میکنم و این خط منحنی برام کشید. اگر دوباره موس حرکت بدم خط راست برام میکشه. برای اینکه بهش بفهمونم تو برام منحنی بزنه به جای خط راست، برمیگردم توی این نقطه آخر دوباره حرکت میدم و این یک منحنی برام خواهد زد. حرکت میدم خط راست، خط راست، خط راست، خط راست، اما اینو میخوام منحنی بزنم. میام چپ کلیک نمی کنم، برمیگردم روی این نقطه دوباره حرکت میدم و منحنی رو برام میزنه. خب این یه نکته. حالا ما از این طریق و حالا هم از طریق این دستور دایره و تنجنت آرک به اصطلاح خطوط منحنی رو میکشیم. برای پاک کردن خطوط هم میتونیم دونه دونه پاک کنیم، روش کلیک کنیم، دیلیت بزنیم. هم میتونیم چند تا، مثلا فرض کنیم این خطوط چند تا خط، من اینا انتخاب میکنم، کنترل رو نگه میدارم، اینم انتخاب میکنم، مثلا این چهارتا رو میخوام انتخاب کنم، آب یه کم رنگ میشه، دیلیت رو میزنم و پاک میشن. اگه همش هم بخوام دیلیت کنم به صورت کنترل رو نگه میدارم، دیلیت رو میزنم به این صورت و روی صفحه هم کلیک کنم و به این صورت اگه این رو انتخاب کنم همه رو میتونم پاک کنم. خب یه همچین اسکچ رو ما میخوایم بکشیم. اینو هم میشه از همون اول کل اسکچ رو بکشیم، هم میتونیم نصفش رو قرینه است دیگه، نصفش رو بکشیم، نصف دیگرش رو به اصطلاح کپی کنیم، یعنی قرینش کنیم. من با دستور لاین میکشم، اونو با دستور دیگه هم میشه کشید. البته این خطوط راستش رو باید با همون لاین بکشیم. اینا رو با دایره و آرک هم میتونستیم بکشیم، ولی حالا همه رو من با خطوط با همون دستور لاین میخوام بکشم. من از اینجا شروع میکنم، اینو میذارم مبدا مختصاتم به این صورت، سعیم میکنم حالا تقریبا خب اندازه. الان من میتونم اول اندازه اینا رو بدم، اینا رو درست کنم، بعد خطوط منحنی رو بکشم. از همون ادامه این خط هم میتونستیم خطوط منحنی رو بکشیم و تکمیل کنیم. حالا من اول اندازه اینا رو میدم، این استرکچر اصلیش رو درست میکنم. این 20 بود اندازش، 68 156 این 68 و این هم 156. الان این خط رو دیگه من هم میتونم اندازه بدم، اینم 20، ولی هم میتونم قید بدم. یعنی وقتی این اندازه دادم اینو انتخاب میکنم، کلیک میکنم روش،
کنترل نگه میدارم، این خطم انتخاب میکنم، اینجا چند تا قید ظاهر میشه. من چون این دو تا برابرم میخوام قید برابری بهشون بدم، ایکوال رو میزنم، مساوی هم با هم. الان اینم اندازش 20 خواهد بود. شروع میکنم به کشیدن خطوط منحنی. چپ کلیک میکنم، خط رو موس حرکت میدم. خب این الان خط راست داره میزنه، من منحنی میخوام بزنم، برمیگردم دوباره رو همین نقطه، حالا موس حرکت میدم و همطور که میبینید یه منحنی برام زد. خب ما یک ربع دایره میخوایم بزنیم با آر تقریبا 8. ادامه این یه دایره بود، یه نیم دایره بود با شعاع 15. تقریبا نزدیکش که شدیم. منحنی بعدی همطور که قبلا عرض کردم، زوم این زوم اوت هم اون کلیک وسط موس هستش. برمیگردم داخل این تا منحنی برام بزنه، البته به این صورت. خب حالا اسکیس رو میزنم، بعد اندازه بدیم بهشون. دایره وسط هم میزنم من الان، با توجه به این دستور این دایره قطرش 25 هستش. من اندازه ها رو میدم، این شعاع هستش 8، با این برابره. الان اگه اندازه رو من بذارم، ببینید آره اینم 8 که خب من نمیدم به این اندازه، فعلا 15 بود این آر. و اینم 20. این سه تا دایره مراکزش انتخاب کردم من و این دو تا روبه دایره، اینا باید با هم در یک محور باشن. قید هوریزونتال رو زدم، یعنی اینا توی یه خط باید باشن، این شکل هم مشخصه. مراکزش رو انتخاب کردم، مرکز اینا رو تو کنترل نگه داشتم، 1 2 3 4 این 5 تا مرکز انتخاب کردم و قید هوریزونتال رو زدم. اندازه اینم که 25 هستش. خب اسکچ ما تموم شد.